پس از 43 سال از نخستین باری که لایحه حمایت از خانواده مطرح شد، هفته آینده این لایحه قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این لایحه در حالی به مجلس می رود که در مراحل بررسی بارها با موج گسترده‌ای از انتقاد مخالفان و حمایت موافقان مواجه شده است. بقیه کارشناسان و فعالان حوزه اجتماعی و زنان بندهایی از این لایحه چون بند 22 آن موجب تضعیف خانواده می شود. بیننده یه گزارشی از جزئیات لایحه خانواده در این بخش باشید. لایحه حمایت از خانواده پس از 43 سال از تصویب آخرین قانون حمایت از خانواده، هفته آینده قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این لایحه در تیر ماه سال 86 به تصویب دولت محمود احمدی نژاد رسید. اما به اعتقاد برخی از کارشناسان و فعالان حوزه اجتماعی و زنان، این لایحه بندهایی را در بر دارد که موجب تضعیف خانواده می شود. از این رو اعتراض‌های وسیعی به مواد 22، 23 و 25 این لایحه شد و در نهایت با دخالت قوه قضاییه و رأی کمیسیون قضایی، مواد 23 و 25 این لایحه حذف شد. در این میان تنها ماده 22 این لایحه مبنی بر ازدواج مجدد آقایان با شروطی بر جای خود باقی ماند. مدافعان حقوق زنان و منتقدان به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده معتقدند که ازدواج مجدد آقایان حقوق زنان را پایمال می کند، زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمی برند، مرد نیازی به پرداخت نفقه ندارد و هر وقت اراده کند می تواند از زن خود جدا شود. یکی از وکلای پایه دادگستری در گفتگو با خبرگزاری مهر می گوید حذف قانون کیفری برای مردانی که بدون رضایت همسر ازدواج می کنند راه را برای ازدواج مجدد آقایان باز کرده است. بر اساس ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، دیگر مرد به رضایت همسر نیاز ندارد و بر اساس شرط‌های مطرح شده می تواند مجددا ازدواج کند. به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلیمان زاکر عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق ماده 22 این لایحه میگوید اکثر اعضای کمیسیون قضایی مجلس با ماده 22 این قانون موافقند، زیرا بر اساس برخی شروط این قانون میتواند به گفته او در کاهش فساد اخلاقی در جامعه مؤثر باشد. در میان کمیسیون قضایی مجلس 10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده اضافه کرده است. از این شروط می توان به رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری های صعب العلاج برای ازدواج مجدد آقایان اشاره کرد. از دیگر مباحث مطرح شده در لایحه حمایت از خانواده می توان به ازدواج موقت برای آقایان اشاره کرد. این در حالی است که ازدواج موقت برای بانوان در شرع اسلام قابل قبول نیست. موافقان قانون ازدواج موقت میگویند یکی از ویژگی‌های این قانون آن است که به صیغه‌های پنهانی وشه قانونی می‌دهد و افراد بدون ترس و دلهوره می‌توانند قانوناً به طور موقت ازدواج کنند. اما مخالفان این قانون میگویند چنین قوانینی باعث سستی در ارکان خانواده می‌شود و فرزندان متولد شده از ازدواج موقت آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بنیان خانواده و جامعه وارد می‌کند. با توجه به واکنش‌های موافقان و مخالفان، باید دید بررسی‌های نمایندگان مجلس در هفته آینده تغییری در تصویب ماده 22 قانون حمایت از خانواده به وجود می‌آورد یا خیر.